دست بیا تو پاورپوینت نگاه، یه جمع‌بندی بکنم این موضوع و یکی یکی توضیح بدم. مقاومت‌های ثابت گفتیم چند دستن؟ سه دسته. ثابت، زبانه دار، قابل تنظیم. ثابت‌ها کیان؟ اونایی هم که مقدارشون به هیچ عنوان قابل تغییر نیست، لذا باید تو انتخابشون دقت بکنیم. زبانه دارا کیان؟ اونایی هم که بیشتر از دو تا سر دارن، دو تا پایه دارن، معمولا چهار تا پایه دارن. اوکی؟ اگه ما بیایم با توجه به اینکه کدوم یکی از این سرها از این پایه‌ها استفاده میشه، مقدار متفاوت رو در اختیار ما میذاره که معمولا حق انتخاب بین دو تا چهار مقدار مقاومت متفاوته. یعنی مثلا نگاه کن اینجا را، فرض کن این یه مقاومت زبانه دار باشه. بسته به اینکه من از کدوم یکی از این پایه‌ها استفاده میکنم، چهار حالت متفاوت رو به من نشون میده. مثلا 8 اوم، 10 اوم، 20 اوم، نمیدونم 100 اوم. بسته به اینکه از کدوم دو تا پایه استفاده بکنم، چهار تا حالت در اختیار من قرار میده، اما هیچ کدوم از این حالت‌ها دیگه قابل تغییر نیست. اگه از دو تا پایش استفاده کردم مثلا 10 اوم به من داد، دیگه 10 اوم ما نمیتونی بکنی 12 اوم، دیگه نمیتونی بکنیش 20 اوم، همون 10 اوم دیگه. گرفتی؟ خب. و مورد بعدی مقاومت‌های قابل تنظیم. این مقاومت‌ها با مقاومت‌های متغیر متفاوتن. یعنی چی متفاوتن؟ مقاومت‌های قابل تنظیم رفیق، اینا خیلی اشتباه می‌کنن. مقاومت‌های قابل تنظیم رو قبل از طراحی میان چیکار می‌کنن؟ اومش رو تنظیم می‌کنن، می‌ذارنش داخل مدار. تو این وضعیت دیگه نمیشه مقدارش تغییر داد. وقتی رفت تو مدار دیگه رفت. کارش دیگه نمیشه کرد. به خاطر همینه اینا رو ما تو دسته مقاومت‌های ثابت قرارشون میدیم. خیلی خوب. اما بریم سراغ مقاومت‌های متغیر. مقاومت‌های متغیر بچه‌ها چند دسته بودن گفتیم؟ گفتیم دو دستن. یک، قابل تنظیم اصطلاحاً وابسته. دو، قابل تنظیم مستقل. دیگه اینجا مستقلش رو ننوشته. پس ما دو دسته داریم، مستقل، وابسته. مستقلا کیان؟ مستقلا دو دستن، یا رئوستان یا پتانسیومتر. اگر فقط از یک انتهای مقاومت و اتصال وسط آن استفاده کنیم، این مقاومت رو بهش میگیم مقاومت متغیر. اصطلاحاً بهش میگیم چی؟ اصطلاحاً بهش میگیم نوع رئوستان. نگاه کنیم بچه‌ها، من این توضیح بدم، اینو نگاه کنیم. مقاومت متغیر از نوع مستقل رو معمولاً با این شکل نشون میدن. خوب گوش کنین، این بحث عمیقه ها. سه تا سر داره، یا آ، اینو من اسمش میذارم سر بی، اینو اسمش میذارم سر سی. خب این یه اصطلاحاً بهش میگن لغزنده. چی؟ لغزنده. اگه من این همون ولوم است، این ولوم من بچرخونم، خب بذار من اینم یکم گسترده تر بکشم، طیفشو گسترده تر بکشم. اگه من بیام الان این لغزنده رو بچرخونم و اصطلاحا این لغزنده رو ببرم اینجای مدار، اتفاقی که میفته، اینم همون بیه دیگه، اتفاقی که میفته اینه که مقاومت بین آ و بی زیاد میشه. لغزنده رفت این ور دیگه، الان اینجا میشه مقاومت آ و بی. اگر لغزنده رو بچرخونم بیارمش اینجا، مقاومت بین بی و سی زیاد میشه. الان دارم چیکار میکنم؟ دارم از سه تا سر این مقاومت استفاده میکنم. به این میگیم پتانسیومتر. به این میگیم چی؟ پتانسیومتر. حالا همین پتانسیومتر رو من میتونم در واقع به رئوستا تبدیل کنم. رئوستا فرقش با پتانسیومتر چیه؟ رئوستا برای کنترل جریان، پتانسیومتر برای کنترل ولتاژ. اگه من بیام دو تا سر اینا به هم اتصال کوتاه کنم به این صورت، اوکی؟ الان چند تا سر دارم؟ دو تا سر دارم. مثلا اینو این، یا اینو این، فرقی نمیکنه، دو تا سر دارم چون به هم اتصال کوتاهشون کردم دیگه. الان این به جای پتانسیومتر تبدیل شد به چی بچه‌ها؟ تبدیل شد به رئوستا. تموم شد. رئوستا برای کنترل جریان استفاده میشه، دو تا پایه داره. پتانسیومتر برای کنترل ولتاژ استفاده میشه، سه تا پایه داره. پتانسیومتر رو میتونیم تبدیل به رئوستا بکنیم. یک، دو، رئوستای جداگونه هم در صنعت وجود داره. نگاه کنیم بچه‌ها، الان این یه دونه رئوستاه. شما وقتی میخوای بری بخری میگی به من رئوستا بده. خب این یه دونه پتانسیومتر، میبینی؟ نگاه کنی، این پتانسیومتر سه تا سر داره، میبینی؟ این رئوستا. این سه تا سر نداره، ما از همین دو تا پایه که سیم لحیم کردیم استفاده میکنیم. دقت کردی؟ پس رئوستا، پتانسیومتر. از همین پتانسیومتر اگه من بیام دو تا پایه‌شو به هم اتصال کوتاه کنم،
میتونم به عنوان رئوستا استفاده بکنم. اما این دوتا با هم متفاوته. خیلی ها اینا اشتباه میگیرن، میان از پتانسیومتر به جای رئوستا استفاده میکنن. این غلطه، این غلطه که الان دلیل علمیش هم بهت میگم، میریم جلوتر و کامل تحت یه جدولی من برات دلیل علمیش هم میگم که کامل آگاه بشی. اگه خواستی رئوستا داشته باشی، اگه خواستی کنترل جریان داشته باشی، برو رئوستا بخر، پتانسیومتر رو به رئوستا تبدیل نکن. من پیشنهاد میکنم. اوکی؟ خب دقت کن. اگر بخوایم از برای کنترل جریان در واقع استفاده کنیم، گفتیم چی؟ گفتیم یک انتهای مقاومت و اتصال وسطش رو میان به هم وصل میکنیم. این مقاومت دو تغییر بهش میگیم رئوستا. حالا اگه بخوایم کنترل ولتاژ انجام بدیم، میایم سه تا سر یا سه تا ترمینال مقاومت دو تغییر رو به مدار وصل میکنیم که اصطلاحا دیگه بهش میگیم پتانسیوم، دیگه بهش رئوستا نمیگیم. دو تا از مهمترین مقاومت های قابل تنظیم مستقل رئوستا و پتانسیومتر هستن. اینو در نظر داشته باشید. یکم علائمشون هم بررسی کنیم جگرمون حال بیاد. مقاومت ثابتا این شکلی مشخص میکنن، رئوستا را این شکلی مشخص میکنن، پتانسیومتر را این شکلی مشخص میکنن. اوکی بچه ها، این شکلی هم مشخص میکنن. یعنی به جای این علامت زیگزاگی که اینجا گذاشتن، شما میتونی بیا یه دونه مستطیل بکشی، هیچ تفاوتی نمیکنه. هر جفت این شکلا رو من توی مدارات دیدم، توی منوال ها کاتالوگ ها دیدم، هر جفتش رو میکشن، جفتش هم استاندارده.